یک تبلیغ نویس دقیقا چیکار میکنه؟ خب در کل همه نویسنده ها تو یک سطح نیستن. بعضیشون خیلی پول در میارن، بعضیشون اصلا بلمرتالن. ولی میخوام بهتون بگم یک تبلیغ نویس حرفه‌ای دقیقا کارش چیه. تا حالا تبلیغای تلویزیونی رو دیدیم؟ یا بروشور، بیلبورد، وبسایت یا یک ایمیل؟ محتوای تمام اینها توسط یک تبلیغ نویس نوشته میشه. یک جورایی میتونم بگم که تبلیغ نویس یک آدم پولسازه که تو سکوت کارش رو انجام میده. اینها همون آدمایی هستند که کلمه ها رو تبدیل به پول میکنن، یعنی با جمله هایی که مینویسن بقیه رو متقاعد میکنن که بخرن یا یک لید به وجود بیاد. همچین مهارتی مهارت قدرتمندیه. بعضیا شاید محتوا نویسی رو با تبلیغ نویسی اشتباه بگیرن. محتوا نویسی یک متن رو می‌نویسه که هدفش اطلاع رسانی یا شاید مثلا آموزش، ولی تبلیغ نویس کلاً کارش متفاوته. اون می‌نویسه که مخاطب رو متقاعد بکنه، که تاثیرگذار باشه. مثلا طرف رو متقاعد کنه که یک لینکی رو کلیک بکنه یا یک وقت مشاوره رو رزرو کنه یا یک دموی رو بده یا ایمیلش رو بگذاره واسه اینکه اطلاعاتی رو از طریق اون ایمیل دریافت کنه یا که اصلاً یک محصولی رو آنلاین بخره. بنابراین یک تبلیغ نویس باید درک خوبی از یک انسان و ساختار ذهنی اون داشته باشه و بدونه که چی به آدم ها انگیزه میده، چرا و چی میشه که یکی یک چیزی رو اصلا میخره. این کار ساده ای نیستش. به خاطر همین مهارت خیلی مهارت ارزشمندیه. هر کمپانی که تو کل دنیا وجود داره حداقل به یک تبلیغ نویس نیاز داره. به خاطر همین این صنعت یک صنعت مولتی میلیارد دلاریه، اون هم به خاطر اینترنت و سوشال مدیا. چون هیچ وقت توی تاریخ نیاز به محتوا دیدن اینقدر زیاد نبوده. حالا چه یک مقاله باشه، چه یک ایمیل باشه، یک ادورتایزی تو فیسبوک و اینستاگرام باشه، یک وبسایت باشه، در هر صورت تمام کمپانی‌ها به یک تبلیغ نویس خوب نیاز دارن. به خاطر همین تقاضا واسه همچین پوزیشنی خیلی بالاست. خب حالا سوالی که به وجود میاد اینه که چه ویژگی‌هایی لازمه که یک نفر یک تبلیغ نویس خوب بشه؟ میدونستید که بیشتر تبلیغ نویس‌ها اصلا مدرک دانشگاهی ندارن؟ بعضیشون حتی لیسانس هم ندارن. من از بچه 17 ساله شاگرد دارم تا کسی که بازنشسته شده و میخواد یک شغل نیمه وقت داشته باشه. شاگردایی رو دارم که کلاً مایل به کار از راه دورن، چون دلشون نمیخواد رفت و آمد داشته باشن. دوست دارن بیشتر تایم رو خونه باشن، با خانواده تایمشون رو بگذرونن. نیاز به مدرک ندارید شماها. چیزی که شما بهش نیاز دارید مهارته. یک کسیه که بهتون نشون بده چطوری میشه از پس این کار برمونه. چون کمپانی ها تنها چیزی که بهش اهمیت میدن نتیجه است. کسی مدرک نمیخواد از شماها. این رو میخوان که شما چیزی بنویسید که واقعا کار کنه. نیازم نیستش سالها زمان بگذارید. با چند هفته تا چند ماه میتونید قشنگ این مهارت رو یاد بگیرید، بلافاصله وارد بازار کار شید. میدونید چی شالبه؟ این که همین الانش هم شما یک تبلیغ نویسین، فقط نمیدونستین که هستین. تا حالا شده برای کسی ایمیل بفرستین؟ اگر این کارو کردین برام کامنت بگذارین. تا حالا تو سوشال مدیا یک پستی گذاشتین، چیزی رو واسه دوستتون تایپ کردین؟ تا حالا تو سوشال مدیا به کسی پیام خصوصی دادین؟ این یعنی شما تبلیغ نویسید. فرق شما با یک تبلیغ نویس حرفه‌ای اینه که شما بابت این چیزهایی که می‌نویسید پولی دریافت نمی‌کنید، ولی یک تبلیغ نویس حرفه‌ای در ازای نوشتن مثلا اون ایمیل‌ها و پیام‌هایی که هستش پول دریافت می‌کنه. اونم نه کم، میلیون‌ها تومان پول دریافت می‌کنه که چند تا فقط ایمیل بنویسه، که چند تا تبلیغ بنویسه. خودتون دارین همین الان این کارا رو انجام میدین، ولی بابتش پولی نمی‌گیرید. برای اینکه بتونید فقط با یکی دو ساعت کار کردن از خونه‌تون یک درآمد چندین میلیونی داشته باشید، یک راهی هستش. باورش سخته ولی واقعیت. حالا اگر یک راهی وجود داشته باشه براتون که بتونید این مهارت رو یاد بگیرید بدون اینکه چند سال زمان بگذارید و الکی تایمتون رو جاهای مختلف هدر بدین، چی میگی؟ تو چند هفته تا چند ماه میتونید این کار رو جمعش کنید. لینک زیر رو کلیک بکنید، اجازه بدید مدلم رو که با یک ساعت کار در روز شما رو به درآمد میلیونی میرسونه نشونتون بدم، که ببینید این مدل چقدر ساده و قویه. چند ساعتتون رو خالی کنید، لینک زیر رو بزنید، دوره رو ببینید، بعد تصمیم بگیرید.